بینندگان عزیز سلام بر شما. پس از استقرار نیروهای امنیتی به هدف تأمین امنیت مردم ولسوالی جاغوری، این نیروها بار بار مورد قدردانی قرار گرفتند. استقبال مردم جاغوری از نیروهای امنیتی نشانه از مطالبات مردم برای ختم جنگ و تأمین صلح پایدار در کشور می باشد. مردم ولسوالی جاغوری بیش از همه خواهان برادری، آرامش و امنیت سراسری در منطقه بوده و هر نوع تهدیدات امنیتی، زورگویی و خشونت را نکوهش کرده است. به همین سبب هفته گذشته مردم پاتوی ولسوالی جاغوری برنامه را به هدف قدردانی از تلاش های نیروهای امنیتی برای حفاظت و دفاع از تمامیت ارضی کشور و مردم افغانستان روی دست گرفتند. این برنامه که در مکتب اتحاد پاتو راه اندازی شده بود، مردم منطقه، اساتید و دانش آموزان از حضور مقامات محلی و نظامی قدردانی به عمل آوردند و با ایراد سخنرانی، سرود و مقاله از آنان استقبال نمودند. شهروندان افغانستان صلح را در قامت استوار سربازان فداکار و رزمنده افغانستان تصور می کنند. روزگار این سایه های سیاه که بر آسمان افغانستان سایه افکندند از این سرزمین کوچ خواهد کرد و آن روز را فقط سربازان ما برای مردمی دردیده به ارمغان خواهد آورد. ما موفق شدیم سی دهه جنگ و ویرانی را عقب زده و افغانستان امروز را به وجود بیاوریم. مطمئنا ما می توانیم از جنگ های چریکی امروز نیز عبور کنیم. اکنون دشمنان مردم و حکومت افغانستان توان مقابله در میادین جنگ را از دست داده اند و در تلاش راه اندازی جنگ های فرقه‌ای در افغانستان هستند. در برنامه نکوداشت از نیروهای امنیتی، مسئولین ادارات ولسوالی جاغوری در رأس آن آقای خانعلی رادمن ولسوال جاغوری، فرماندهان نیروهای اردوی ملی، پلیس و خیزش مردمی حضور داشتند. آقای رادمن از اولویت‌های کاریش در جریان اجرای وظیفه در جاغوری یاد کرد. و افزون بر آن، رئیس محکمه ولسوالی جاغوری که در جمع مردم پاتو صحبت می‌کرد، ضمن قدردانی از مردم منطقه، برنامه استقبال از نیروهای امنیتی را حق شناسی دانست و خطاب به مردم گفتین شما هستید که به این مرحله از حق شناسی رسیده اید. این برنامه امروز نگاهی در قبال نیروهای امنیتی حق شناسی است. نشان می دهد که این مردم حق شناس است. خب حق شناسی که نمیشه چه گونه این حق شناسی را تبارز بده مردم، نشان بدهد این مردم. این جمعیتی را که شما میبینید، این سرودهای زیبایی که در محتوای بسیار بلند خوانده میشود، این مقاله هایی که بسیار با واژه های بسیار زیبا در رسای مقاومت و مردانگی نیروهای دفاعی خوانده می شود، اینها نشانه های حق شناسی است. و در کل این نیروهای امنیتی، خوب گوشتان باز کنید، خوب چشمتان باز قرار بدهید، خوب خودتان را مراقب قرار بدهید که خدای متعال هم شما را، یکی از اوصاف شما را مراقبت و مواظبت از جامعه و از مردم، یکی از وظایف مهم و مکلفیت های مهم شما را ایدانسته. نیروهای امنیتی مستقر در جاغوری نیز از این مردم به نیکویی یاد کرده و مردم این ولسوالی را صلح طلب، اهل معارف و فرهنگ عنوان نموده، گفته که مردم ولسوالی جاغوری همیشه حامی ارزش های نوین اجتماعی، صلح و امنیت سراسری در کشور بوده است.